فریاد زن اعلام کن خبر ده برگشت زینب از سفر مدینه از کربلا و شام و کوفه سوغات آوردم خون جگر مدینه هم دادم از دست شش برادر هم دیدم داغ پسر از کاروان بی حسین و عباس ام البنین را کن خبر مدینه گردیده جسم یوسف پیامبر از قلب زینب پاره تر مدینه پیراهن او را بگیر از من بر مادرم زهرا ببر مدینه بر یوسف زهرا ز سوز سینه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بار الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الائمة الهداة المهديين والعاقبة للمتقين و بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم و مبرم قرآنه العظيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده خدایا درهای رحمت و مغفرتت رو در این روز اربعین شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین بر همه دلهای مؤمنین افتتاح بفرما. مسئله اربعین یعنی چهلم شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از ویژگی های مربوط به حضرت سید الشهدا است. یعنی ما اربعین پیغمبر اکرم نداریم. برای علی علیه السلام اربعین نگرفتم. برای ائمه و پیشوایان دیگر اربعین برگزار نمیشه. اربعین مخصوص ابا عبدالله حسینه. یه مسئله. مسئله دوم درباره اینه که اربعین
وقتی گفته میشه اربعین حسینی با نام صحابه بزرگوار پیغمبر اکرم که پیغمبر و پنج امام رو درک کرده، یعنی جابر ابن عبدالله انصاری رضوان الله تعالی علیه همراهه، یعنی اربعین رو با جابر میشناسیم. این مسئله دوم. مسئله سوم درباره اینه که جابر ابن عبدالله انصاری که اولین زائر قبر حضرت ابا عبدالله در 20 صفر سال 61 بوده، آیا همزمان با این زائر قبر امام حسین اسرای اهل بیت حضرت امام زین العابدین علیه السلام و همراهان ایشون که بعد از عاشورا یا عصر عاشورا یا روز 11 بردن اینها رو به کوفه و بعد به شام، آیا اینها مقارن آمدن جابر ورود به کربلا پیدا کردن یا 40 سال بعد بوده؟ این مسئله اولیش مسلمه، یعنی همه متفقن نوشتن که اولین زائر قبر حضرت ابا عبدالله جابر ابن عبدالله انصاری بوده. و اما در مورد اینکه این زائر با ورود اسرای اهل بیت زیارتش مقارن شد، اختلافه. به همین جهت این نواری که دیشبم گذاشتم که یکی از کارهای بسیار بسیار بجا پسندیده که البته هرچه آن خسرو کند شیرین بود، امر فرمودن شبهای دوشنبه قبل از نماز مغرب از سیدی بیانات حضرت آقای محبوب علی شاه و شب جمعه قبل از نماز از سیدی بیانات حضرت آقای رضا علی شاه اعلی الله مقامهما فی اعلی علین در مجالس فقری استفاده بشه که شهرستانام همین سنت مرضیه رو دارن عمل میکنن. در این سیدی بیانات ایشون که شب جمعه گذشته و دیشب پخش شد، در این فرمودن که جابر وقتی که سرشو گذاشت رو قبر حضرت ابا عبدالله درد دل میکرد، گریه زاری میکرد، مناجات میکرد، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین میگفت، از هوش رفت. یه مرتبه دید صدایی میاد، بعد از اینکه این صدا رو شنید دید که بله امام زین العابدین هستند و همراهانشون. اما در یه سیدی دیگری ضبط شده که اگر اونم میذاشتن خوب بود، در هر دو مجلسش من بودم، هم مجلسی که این سیدی حکایت از اون میکنه و هم اون سیدی، میفرمان در مورد ورود همزمان اسرا اهل بیت با ورود جابر اختلاف نظر وجود داره. کتابای زیادی هم نوشتن، اینه ایشون نمیفرمان، این عرض بنده است. از جمله مرحوم حاج سید محمد علی قاضی طباطبایی رحمت الله علیه کتاب مستقلی درباره اربعین نوشته و خیلی ایشون زحمت کشیده که ثابت کنه این زائر با اون ورود همزمان بوده و هم امروز بوده، یعنی اربعین اولی، ولی آخرش با همه زحماتی که ایشون کشیده نتونست ثابت کنه. اینجا در این مسائل دو کار
انجام میشه. یه جنبه تاریخی داره. الان اینجا مجلس تاریخ نیست. اون به عهده مورخین که تحقیق کنن، مفیدم هست برای یه مورخ آگاهی به این مسئله. اما عرفان اینجا یه کاری میکنه. عرفان چی کار میکنه؟ این مسئله رو عرفان به دادش میرسه. اونجا حضرت های رضا علیه شاه میفرمان که اگر هم ورود و سرای اهل بیت همزمان با زیارت جابر نباشه، اما چون جابر از مدینه آمده اولین زائر مقرب درگاه اولیاء الهی هست و با اینکه یک چشمش رو در جنگ صفین و چشم دیگرش رو در جنگ جمل از دست داده و نابیناست، اما بیناست. نمیدونه، چون قبلا از مدینه که میخواستن حرکت کنن که این مسئله نبود که، نمیدونه الان که امام شهید شده با کی تجدید کنه، امام زمانش کیه. ولذا وقتی بیهوش میشه سرش رو قبر حضرت ابا عبدالله حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین میگه و عرض میکنه که من حبیب تو هستم، من ارادتمند شما هستم، من شما رو صدا میکنم، چرا جواب به من نمیدین؟ که خودش باز جواب خودشو میده، میگه چگونه من انتظار جواب داشته باشم از پیکر مقدسی که سر از این پیکر جدا شده. در این حالی که بیهوشه صدایی میشنوه، صدای امام زین العابدینه. این در عالم کشف و شهود معنوی جابر بوده که بهش بفرماید خدا امام زمانت ایشونه، برو خدمت ایشون تجدید کن. این درست شد. حالا جنبه تاریخیش دیگه به مورخین مربوطه. این یه جنبه مسئله اربعینه. اما جنبه دیگر مسئله اربعین جنبه عرفانیشه. چون در عرفان، بنده میخواستم یه چیز دیگه عرض کنم، ولی وقتی شنبه دیدم ایشون در بیاناتشون راجع به تربیت فرمودن، عنوان بیانات شنبهشونم اینه: اهمیت و اثر تربیت. که فرمودن تربیت باید به گونه‌ای باشه که مخالف با فطرت نباشه، پرورش دهنده فطرت باشه. تربیت از ارکان عرفان و درویشیه. لذا ما می‌بینیم در قرآن خداوند پیغمبرش رو از دو راه تربیت کرده. یک راه مستقیم که پیغمبر خودش هم می‌فرماید ادبنی ربی فأحسن تأدیبی، پروردگارم منو تربیت کرد، خوبم تربیت کرد. بعد می‌فرماید من تربیت شده دست پروردگارم هستم، علی تربیت شده دست منه. این تربیت مستقیمه. آیات قرآن رو ملاحظه بفرمایید. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل ما اتبع الا ما یوحى الی، من از هر چی بهم دستور داده شده وحی شده من تبعیت میکنم. این تربیت مستقیمه. اما یه تربیتی هم در قرآن هست برای پیغمبر اکرم، برای او که بلنگوی ما هست، یعنی در حقیقت برای ماست، ایشون واسطه است. اون تربیت غیر مستقیم چیه؟ به پیغمبر اکرم می‌فرماید این قرآن ما سرگذشت این سالکان راهه. آدم، شیس، ادریس، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، اسماعیل، داوود، سلیمان، اینا سالکان راه هم. شما باید
از اینا پیروی کنی. با اینکه خاتم پیغمبرانه، ولذا شما سوره انعامو که قرائت میفرمایین از آیه 80 شروع میکنه خدا نام یه سری پیغمبران رو میبره بشمرید 18 تا پیغمبر اسم بره. میفرماد ما اینا رو تربیت کردیم، ما اینا رو ادب کردیم، اینا روششون اینطور بوده. در آیه 90 بعد از این چندین آیه که نام مقدس این پیغمبران بزرگوار علیهم السلام رو میبره، دستور به پیغمبرش اینطور میفرماید اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده. اینا کسایی هستن که خدا هدایتشون کرده، راهنماییشون کرده که برنامه عملی و اخلاقیشون چگونه باشه. به هدا و مقتده، از راهنمایی اینا تو باید اقتدا کنی، پیروی کنی. ولذا در بسیاری از تفاسیر مخصوصا علمای شیعه من نگاه کردم، بالاخص ما فقرا بهرمند هستیم از نعمت تفسیر شریف بیان السعاده حضرت آقای سلطان علی شاه شهید اعلی الله مقامه الشریف، که بگم متاسفانه چه عرض کنم کمتر مورد استفاده قرار میگیره. اون سالی که بنده با فقرا رفتیم به سوریه، اون موقع سوریه اینطوری نبود. واقعا اینجا دعا کنیم که خدایا این بلای جنگ خانمانسوز رو از همه کشورها، از همه جوامع، مخصوصا جوامع اسلامی براندازه. آمین. از سوریه رفتیم لبنان، تقریبا صبح رفتیم لبنان، عصر برگشتیم. در لبنان من به یک کتاب فروشی مراجعه کردم، دیدم پشت ویترینش تفسیر بیان الساعده است. رفتم داخل کتاب فروشی با صاحبش صحبت کردم، دیدم این چاپ بیروته، چون بیروت رفتیم. بهش گفتم این تفسیر چرا اینجا هست؟ گفت تو دانشگاه تدریس میشه. مقایسه کنید، اونجا تفسیر بیان الساعده تدریس میشه، اینجا با مؤلفش و تفسیرش و وارثین این مؤلف چه میکنن؟ مقایسه کنین. در ذیل این آیه شریفه در بسیاری از تفاسیر شیعه مخصوصا تفسیر حضرت آقای شهید، ذیل این آیه اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده، یه حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل میفرمان هست آقای شهید، لا طریق للاکیاس من المؤمنین اسلم من الاقتداء. امام صادق میفرماید راهی، نمیفرماید برای همه مؤمنین، چون در بین ما مؤمنین بنده جزء زیرکان نیستم، هرچی هم بهم بگن گوش نمیدم، گوشم سنگینه. ولذا می فرماید لِل اکیاس من المؤمنین، برای مؤمنین زیرک باهوش گوش گیرنده دارن. لِل اکیاس من المؤمنین، برای مؤمنین زیرک راهی و روشی سالمتر، کاملتر، بهتر از اقتدا کردن و پیروی کردن نیست. لأنه المنهج الاوضح والمقصد الاسه، برای اینکه اقتدا و پیروی از بزرگ زمان راه روشن و هدف صحیح و درسته.
قال الله عز وجل اعز خلقه محمد صلی الله علیه و سلم. خدا به عزیزترین مخلوقش که سید الخلائق هست، سید الانبیا هست، یعنی پیغمبر اکرم، میفرماید اولئک الذین هدی الله فبه هداهم اقتدی. این پیغمبرانی بودن که سرگذشتش رو برای تو گفتیم، باید از راه اینا پیروی کنی. فلو کان لدین الله مسلکون اقوم من الاقتداء لندب انبیاءه و اولیاءه الی. اگر راهی از پیروی و اقتدا کردن و در تحت تربیت ولی الله بودن بهتر بود، محکمتر بود، خدا پیغمبران و اولیاءش رو به اون راه دعوت میکرد. پس معلوم میشه نیست. بهر این فرمود پیغمبر که من همچو کشتیم به توفان زمن. مولوی اینو کجا میفرماید؟ ما کسی بگیم مولوی شیعه نبوده. خیلی ها همین روزا به من مراجعه کردن، همین دوشنبایی که من کتاب خونه هستم، حتی بعضی از، حالا اینطوری بگم، مبتدیان از فقرا، آقا مولوی شیعه بوده؟ آقا اینایی که داره ایشون میفرماد دارم بنده میخونم، این ذیل تفسیر حدیث مثل اهل بیتی که مثل سفینه نو من رکبها نجا و من تخلف عنها غرقه. حدیث سفینه نوه مربوط به اهل بیته، این شیعه نبوده. بهر این فرمود پیغمبر که من همچو کشتیم به توفان زمن. ما و اصحابیم چون کشتی نو، هر که دستن در زند یابد فتو. و چه نتیجه میگیره؟ چون که با شیخی، شیخ البته در اینجا همون شیخیه که شما در فاتحه الاولیاتون میخونید، یعنی قطب زمان، ولی خدا، چون که با شیخی تو دور از زشتی، روز و شب سیاری و در کشتی، مکسل از پیغمبر ایام خیش، تکیه کم کن بر فن و بر گام خیش، در پناه جان جان بخشی قوی، خفتن در کشتی و ره می روی. گرچو شیری و روی ره بی دلیل بدون راهنما، همچو روبه در زلالی و زلیل، هین مپر الا که با پرهای شیخ، تا ببینی اون لشکرهای شیخ. از حادثه اربعین درس تربیتی و اخلاقی بگیریم. من نمیدونم، جایی هنوز برای من یقین نشده که آیا حضرت جابر ابن عبدالله انصاری که سلام پیغمبر اکرم رو به امام باقر رسون، پیغمبر فرمود ای جابر به زودی یکی از فرزندان من رو ملاقات، یعنی تو زنده خواهی بود، یکی از فرزندان من رو ملاقات خواهی کرد، اسمه اسمی، نامش نام منه، محمد، شمائله شمائلی، تمام رفتار و حالات و اخلاقش مثل منه، یبقر العلم بقرا، یعنی لقبشونم باقره. وقتی ملاقات کردی ایشون رو، سلام من رو به ایشون برسون. جابر همچی کسیه، یه پیغمبر رو، پنج امام رو ملاقات کرده، که امام زین العابدین دست امام باقر که میگیرن میبرن برای عیادت جابر که دیگه در جا افتاده، به فرزند خودشون، ما اینا رو از زمان تولد معصوم میدونیم، به فرزند خودشون میفرمان قبل
رأس عمک، سر عموتو ببوس. یه نکته عرفانی توش ها، یعنی برادر منه، مقام بالایی داره که وقتی سر جابر رو، سر جابر رو امام باقر میبوسن، سوال میکنه ایشون کی هستن، جواب میدن، میفرمان ایشون محمد پسر من هست، در آغوش میگیره امام باقر رو، میفرماید که این افتخار رو دارم که سلام جدتون رو به شما برسونم، من تا شما رو زیارت کردم و این سلام رو ابلاغ کردم زنده هستم، بعد دیگه از دنیا میرم، کارم انجام دادم. امام باقر مثلا فرض بفرمایید که 7-8 ساله از جابر سوال میکنن کیف اصبحت، حالت چطوره؟ جابر جواب میده اصبحت و الفقر احب الی من الغنا و المرض احب الی من الصحه. یکی یکی من حالم اینطوری، میفهمه که ایشون حال جسمیش نمیپرسن، دارن میگن در چه مرتبه ای از سلوک هستی، میگه آقا حال معنوی من، حال فقری من اینه، بیماری رو از تندرستی بهتر دوست دارم، ناداری رو، تنگ دستی رو از دارایی و ثروت بیشتر دوست دارم. کیه حالا اینطوری باشه؟ حضرت میفرماید ما اهل بیت این گونه نیستیم. این بچه خردسال 7-8 ساله به پیر مردی که تربیت شده پیغمبر و ائمه هست میگه ما اهل بیت اینطوری نیستیم. عرض میکنه آقا شما چطوری هستین؟ فارسیشو بابا طاهر گفته جواب حضرت رو. ما از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. این جابره. استفاده ای که ما از اربعین میکنیم یه استفادهش اینه. این جابر با این مقامش به عطیه میفرماید، البته عطیه میگن غلام جابر غلطه ها، عطیه از دانشمندان و محدثان و مفسران بزرگ زمان خودش بوده که بعد از امیرالمؤمنین دستگیر میشه توسط حکومت، زندان میشه، شکنجه های زیادی میشه، بعد از این رهایی از زندان هست که خدمت جابره. منظور غلامش نیست، اما انقدر میفهمه، انقدر رسیده که باید خدمت پیش قدمان ایمانیشو بکنه، باید خادم باشه. در کربلا ملازم جابر هست، جابر بهش میفرماید عتیقه دست من رو بگیر ببر کنار فرات غسل کنم، غسل میکنم، مقداری عود همراهته، به من، سعود همراهته، بوی خوش بده به من که بوی خوش استعمال کنم. حالا میخواد به زیارت کی بره؟ به زیارت قبر میخواد بره، اما با بوی خوش میره، با غسل میره. یه دستش عصاش هست، یه دستش تو دست عطیه است. میگه چند قدم من رو جلو ببر، هنوز که قبر سنگ نداره، هنوز که اونجا نگفتن که این قبر کیه. نزدیک قبر که میرسه میگه دست من رها کن، خودم قبر رو پیدا میکنم. ادب حضور در محضر ولی خدا، حرف نزدن، پارازیت ندادن، سخن نگفتن، ادب داشتن، با هم هم همه نکردن، هم نظافت هم طهارت داشتن و از جابر یاد بگیریم. بصیرت رو یاد بگیریم که به این مقامی رسیده که دو چشم ظاهرش نابیناست،
اما وقتی نزدیک قبر میرسه به عطیه میگه دیگه دست من رها کن، من قبر رو پیدا میکنم. میاد روی قبر، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، میگه خدایا این معرفت رو، این ادب رو، این تربیت رو، این تفکر رو، این بصیرت رو به حق صاحب این مجلس به همه ما عنایت بفرما. چند جمله از زیارت اربعین. السلام علیک یا ولی الله و حبیبه، السلام علیک یا خلیل الله و نجیبه، السلام علیک یا صفی الله و ابن صفیه، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین المظلوم الشهید، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرار. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم الهی نقسمک بالحسین. یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين. اللهم انصر امام زماننا. اللهم تقبل منا ومن اهل مجلسنا ومن بانيه المعظم. خدایا به حق این مجلس و صاحب این مجلس، همه بیماران، مخصوصا بیماران منظور و آقازاده ایشون جناب آقای هادی تابنده رو خدایا شفا عنایت بفرما و عجل فی فرج. جان مرا لب تشنه سر بریدن، هجده عزیزم را به خون کشید، هم پیکرش را پاره پاره کردند، هم سینه‌اش را از سنان دریدند، گه دور خیمه گه به دور مقتل، با کعبه نی دنبال ما دویدن، با کام خوشگی از هیجده عزیزم بین دو نهر آب سر بریدم، از کربلا تا شام لحظه لحظه رأس حسینم را به نیز دیدم، اعضای او گردید سور سور، آیات قرآن از لبش شنیدن، حالا که آمد این سفر به پایان، اکنون که از ره کاروان رسیدن، بر یوسف زهرا ز سینه قرآن بخوان، قرآن بخوان مدینه، دادم زکف گلهای پر پرم را،
عبدالله و عباس و اکبرم را راه احمده که با خود ناوردم گلای پرپرم را دیدم به روی شانه ذبیحم با کام عطشان ذبح اصغرم را تا سر بریدن از تن حسینم دیدم لب گودال مادرم را وقتی سکین تازیانه میخورد کردم صدا جد مطهرم را تا بر حسین خود کنم تأثیر بر چوبه محمل زدم سرم را یک روز یک باغ گلم خزان شد از دست دادم یار و یاورم را بر یوسف زهراز سو سینه قرآن بخوان مدینه